بیش از سه هفته از حمله سنی های تونروی طالبان به شهرستان بلخاب استان سرپل و آوار شدن هزاران نفر از شیعیان هزاره به کوها و دره ها می گذرت. اما هنوز زمینه برگشت آنها به خانه های شان فراهم نشده است و در وضعیت رقتبار به سر می برند. سونی های تندروی طالبان حدود سه هفته پیش در حمله به مناطق شیعه نشین در بلخواب افغانستان جنایتی دیگر علیه شیعیان این کشور رقم زدند. منابع مردمی روایت های دردناکی از وضعیت آوارگان بلخاب در کوه و دره ها ارائه می کند. روایت هایی که نشان می دهد این آوارگان در وضعیت فاجعه بار به سر میبرند و هنوز کمک های لازم را دریافت نکردند. ساکنین محلی میگویند که شمار زیادی از آوارگان جنگ بلخاب کودکانی بودند که مجبور شدند با پای پیاده ساعتها در کوهها و ها راه بروند تا به یک منطقه امن برسند اما طی سه هفته گذشته دهها تن از آنها به دلیل سوء تغذیه و نرسیدن آب و غذای کافی جان دادند و جان صدها کودک دیگر در خطر است بر اساس گفته های منابع محلی عدم دسترسی آوارگان به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی، سرپناه، دارو و پزشک باعث شده است که کودکان زیادی در معرض سوء تغذیه قرار گیرند و جان آنها با خطر مرگ مواجه شود. هفته گذشته یکی از مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده بود که آوارگان بلخاب ساعتها پیاده روی کردند تا به شهرستان یکاولنگ بامیان رسیدند و همکاران آنها برای رسیدن به این آوارگان مجبور بودند حدود چهار ساعت راه را پیاده بروند و از کوه ها عبور کنند. این مسئول یونیسف اما آماری از کودکان آواره و مشکلات آنها و میزان کمک به آنها ارائه نکرده بود. بر اساس آمار مردمی حداقل یک سوم از کسانی که از ترس تعرض نیروهای طالبان از شهرستان بلخا به استان سرپل به کوه ها و دره ها آواره شدند زنان بودند منابع مردمی میگویند که شماری از این زنان باردار بودند و در کوه ها کردند اما کودکانشان به دلیل شرایط بسیار ناگوار بهداشتی زنده نماندند و از بین رفتند در میان زنان آواره در برخواب شماری از آنان نیز زنان مسن و کهنسال هستند که بیماری و شرایط سخت کوهستان جانشان را تهدید میکند دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که 27 هزار نفر از شیعیان هزاره در پی تهاجم طالبان به شهرستان بلخاب آواره شدند که شماری از آنها به استان بامیان در مرکز کشور آمدند. سعید بهاری اخبار شیه تاکنون هیچ نهاد حقوق بشری و هیچ فعال حقوق بشر و حقوق زن به زایمان زنان آواره بلخاب در شرایط بسیار نامناسب و در کوها و مرگ نوزادان آنها واکنش نشان نداده و هیچ نهادی برای کمک به این مادران اعلام آمادگی نکرده است مادرانی که جان شماری از آنها به دلیل شرایط بد بهداشتی و عدم دسترسی به خدمات صحی در خطر مرگ قرار دارد.